با سلام و درود بیننده های عزیز، خبرهای می رسه که از اوکراین که روسیه موشک های کروز و موشک های دوربرد و کوتاهبرد مرتب ذخیره کرده میره و این در حال است که زیرساخت های اوکراین در ظرف هفته اخیر بسیار بسیار کوبیده شد و در حالی که زمستان سخت هم است، زیرساخت های انرژی اوکراین تقریبا نیم شد، از بین رفت و زیرساخت های نظامی هم از بین رفت. گزارشی که آله میرسه بعد از این جنگ غزه اینطور است که اروپا و امریکا دوباره بر سر ادامه جنگ اوکراین و اکمالات نظامی اوکراین بر ضد روسیه یک قسم به اجماع رسیدن، یعنی ایره حداقل سال 2024 دوباره به هر طریق ممکن تا آخرین اوکراینی باید اینا بجنگن. چه فلسفه داره این جنگ های نیابتی و این جنگ ها؟ و همزمان ترامپ آماده معامله روی 4 کشور است و خبرهای گپایی که آدم به تازگی زدم ایره خواندم، اگر ای آدم روی صحنه میایه 4 کشور به لیلام گذاشته میشه که بعدا توضیح میدم. نیویورک تایمز نوشت که مقامات کاخ سفید هشدار دادن که امریکا سامانه ها یا سیستم های دفاع هوایی پاتریوت اوکراین اینا نمیتونن تأمین بکنن. ما شما در اخبارهای سال قبل مطلع شدیم که روسا 2 سامانه پاتریوت امریکا را کووید از کار انداخت. یک پاتریوت مونده که هم درست کار نمیکنه در اوکراین، یعنی آسمان اوکراین بی‌دفاعه. اینا قرار بود که بر اساس اجماع جدید بین اروپا و امریکا باید پاتریوت دفاع هوایی دوباره نصب میشد در اوکراین، حال اینا ندارن. سران اوکراین منتظر یعنی کسب موفقیت بیشتر در نبرد با برخورداری و هم تسلیحات پیشرفته غرب امریکا بودن، اما دیدیم که نه تنها این توقع حاصل نشد بلکه نابودی سامانه پاتریوت هم فضای حتی بازار پاتریوت خراب کرد در کل دنیا و حالت روانی رو در خود اوکراین بسیار آشفته ساخت. کس ندیده بود که یک کشور بیا پاتریوت بزنه. خب یه طور به نظر میرسه که اینا میگن که پاتریوت میای یا پاتریوت بیای چی؟ روسا بسیار با آسانی پاتریوتی که اینا دوباره نصب کنن او رو میزنن. این انکشاف جنگ ببینین، انکشاف پیشرفت سلاح های پیچیده را در گذشته زده نمیشد، حالا بسیار به آسانی میزنیش. چند پهپاد بالا میکنه، وقتی که رادارش مشغول شد حسگرای اساسی پاتریوت متوجه پهپادا میشه. از دیگه طرف کروز میاد و فرقش میزنه. روزنامه وال استریت جورنال نوشته کرده که فضای درگیری در خاور میانه حال موجب شده که امریکا به عوض اوکراین در خاور میانه 6 سامانه موشکی پاتریوت نصب کنند. خود چرا؟ این در جنگ با گروه های نیابتی ایران است، از عراق تا دریای یمن تا سوریه. 6 سامانه پاتریوت معلوم میشه که میدان جنگ متغیر است. خب این سامانه موجب شده تعداد کلی سامانه در منطقه 2 برابر رقم قبلی افزایش پیدا بکنه. بنان پنتاگون کمبود داره با اوکراین چی بده؟ یوری اکنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه تنها چند روز محدود دیگه برای آماده سازی یک
حمله موشکی، یک طوفان موشکی جدید زمان ضرورت داره. یعنی آماده شده، فقط چند روز دیگه کار داره. اگر چیزی که یوری ایگنات میگه درست باشه و موج جدیدی از راکت کوبی ها بر تأسیسات اوکراین آغاز شود، از کشور چی میمانه؟ یادم گفته که من فکر میکنم که روسا چند روز برای برنامه ریزی حملات موشکی وقت ضرورت دارند. دقیقا برنامه ریزی میکنند که مسیر چند موشک دقیقا به کدام طرف باشه، کجا به راست و چپ بپیچه، کجا بالا بره و به کجا ضربت بزنه. خب این البته این چیزای روایت هایی که ما میکنیم با توجه به آینده جنگ با اروپا یک آغاز است. چرا؟ به دلیل از اینکه جنگ روسیه جنگ فصلی نیست، جنگ دائمی است. شاید در فکر شما چیز دیگه بیاید که جنگ دائمی چطور ممکن است. بله، روسیه در موقعیتی است که چهار طرف تا زمانی که ناتو وجود داره جنگ روسیه دائمی است. حال اینا چی گفتن؟ تازه اعلان کردن که ما 32,000 پهپاد جنگی تولید میکنیم، البته جنگی و انتقالاتی. 32,000 ای با چی کار است؟ خب طبعا برای حفظ متقدم، بر پیشبینی جنگ های تمام عیار با اروپا است. رویترز هم گزارش کردیره به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، تا سال 2030، یعنی تا فاصله زمانی 6 سال، اینا 32,000 پهپاد تولید میکنند. 32,000 پهپاد بسیار رقم بالاست. همین 5,000 ششما در نظر بیارین. اینا جنگ های آینده این چونین جنگ هاست. خب البته میگه این پهپاد 70%ش برای نیازهای داخلی است که مسائل انتقالات است، حمل و نقل است، رسانایی ما احتیاجات است. بلوسوف مقام دفاعی روسیه گفته که حجم تولید سالانه پهپادها در روسیه به می اندازه است، 32,000 فروند است. یعنی میخواهد بگویه که اگر قرار باشه ما در یک سال هم کوشش بکنیم، در یک سال ما میتونیم 32,000 فروند تولید بکنیم. خب حالا اوکراین مانده در جا منتظر رسیدن کمک ها است. گوشت و دم توپ خودش است. هیچ آینده به این کشور تصور نمیره. یعنی من که دنبال میکنم با از برداشت های خود، چرا اوکراین غربی یک منطقه دوایی است. وقتی که پس از شکست در جنگ یک حالت پریشان حالی پیش میه، شورش های اونجا در خواهد گرفت و دقیقا روسا در او شورش ها دست می داشته باشد. مشاور سابق رئیس جمهور میگه در کیف، میگه ما باید از تحقیر و تمسخر بیش از حد خود دیگه دست برداریم. چرا تحقیر؟ به خاطر از اینکه میگه ما یک توهم داریم که ما به اتحادیه اروپا و ناتو خواهد پیوستیم. این می توهم است. قبل از اینکه توهم باشد تحقیر و تمسخر خود اوکراین است. چرا؟ به خاطر از اینکه چنین اتفاقی نمیفته. الکسی آرستویچی مسئله را گفت و میشه مشاور سابق زلنسکی بود. یادم میگه پیوستن به اتحاد اروپا و ناتو یک توهم است. دست بردارین. ایتو یک کشور معیوبه، یک کشوری که با کشور دیگه در جنگ است، در خط اول یک جنگ دائمی است. اروپا هر کس اینا رو به خود قبول نمیکنه. ناتو حاضر کیست؟
اما ببینیم بر اوکراین چه کسای حاکم است. باور نکردنی است. همی خود هزینه پیوستن احتمالی، یعنی احتمال و پیوستن اوکراین به ناتو بود که یعنی جنگ بزرگ با روسیه را سبب شد. روسیه چطور اجازه میده که بعد از اینا به ناتو بپیوندن؟ ناممکن است. و همون پیشتر چیزی گفتیم، جنگ داخلی و تجزیه اوکراین غربی که از اوکراین هیچ چیزی نمانه. ای که اروپا مثلا آل میگه که ما F-16 ها را در اختیار اوکراین میگذاریم، یک مسخره بازی است. خب از یک نگاه مسخره بازی است، چرا در دو سال تو جرأت این کار را نکردن، لازم هم ندیدن. بعد از چرا حاضر شدن مثلا وزارت دفاع دنمارک گفته که ما 19 جنگنده F-16 ساخت امریکا را که ما داریم از امریکایی ها اجازه میگیریم میدیم به اوکراین. ای به خاطری است که اروپا خود به جنگ آماده میکنه. اروپا میدانه که روسیه از خط اوکراین که فارغ شد نوبت به اروپا میرسه، حداقل اوکراین پولند و زنجیری سیگانه بالتیک کشورهای کوچک. در ای دیگه هیچ شکی نیست. چرا شکی نیست؟ به خاطر از اینکه قرار بود که جنگ حضور ناتو را، کمربند ناتو را به اصطلاح دور بزنه از اطراف روسیه، این برعکس نزدیک شده. همین دلیل ساده. خب این حال یک چیز است که تحلیلگران امروز جنگ چی میگن از این F-16 ها و درد اوکراین نمیخوره. علتش هم ایست که اینا و سلام واحدهای پدافندی روسیه ای جنگ اینا را پیش از پیش برش آمادگی داره شکار میکنه. خب حال وزارت دفاع دنمارک یک قسم نوسازی که در سیستم دفاع هوایی خود از امریکایا جنگنده های پیشرفته F-35 خریدن. F-35 خریدن، حال میگن که 19 F-16 که ما داریم میدیم به اوکراین که امنیت اروپا را لاقل بیمه بکنیم تا یک مدتی که تا که تدارکات و تأمینات جنگی تکمیل شود. چی معنا؟ یعنی من تا 10 سال و 5 سال جنگ روسیه با اروپا حتمی است. حتمی است. هرگاه ناتو و امی وضعیتی که فعلا اصلا حلقه کرده روسیه را ادامه بده، این 19 جنگنده F-16 هم که میتن اینا فقط به خاطر دفاع با از خود میتن. اما یک چیز است، آیا با این اعلانات یا در صورت برآوردن امی وعده ها دنمارک واقعا وارد قمار خطرناک نمیشه؟ میشه و چون این چیزی هست. حالا در اوکراین ارتش خسته است، توان نداره تحرک بکنه. رئیس ستاد ارتش زلوژنی به فرمانده ناتو گزارش خود داده. فرمانده ناتو کریستوفر کاولی است در اروپا. چی گفته؟ خودش در کانال تلگرام خود نوشته کرد زلوژنی که من با فرمانده نیروهای متحد ناتو در اروپا دیدار کردم و همچنان فرمانده نیروهای مسلح امریکا هم مسیحیدم، جنرال کریستوفر کاولی. خب تلفنی صحبت کرده، میگه گزارشات جبهه جنگ دادم، سک فکر کنه یک در نقش جنرال نیابتی دزبین کاملا وابسته. میگه من گزارش جنگ دادم، برشان گفتم که یعنی مسئله پیچیده است و ما باید سیستم دفاع هوایی رو تقویت بکنیم. این فکر میکنه که برای سیستم دفاع هوایی میتن دای دو سال ندادن، از 2 سال هم زیاد شد. خب
از یک طرف روسا منتظر ترامپ هستند که این آدم سر قدرت شود. ترامپ طوری که پریروز سخنرانی های هیجان انگیزی داشت بر ضد جو بایدن، این آدم ای تو معلوم میشه که آماده معامله روی 4 کشور باشه بعد از یک سر قدرت بیاید. این قمارباز است دیگه، تاجر بدی و بگیر است. از یک سو ترامپ، خب اول ترامپ میبینیم، میگیم ترامپ میگه یکی از دوستان با ما تماس گرفت گفت ما از جو بایدن کده 11 یعنی درصد جلوتر هستیم، در حالی که دادگاه قضایی محلی دست کم در 2 ایالت ترامپ از کاندیدا شدن ممنوع کرده. خلبت چیزایی است که ممنوع نمیشه و سر از اینا زور میشه. خب میگه او کسی که برای ما گفت که ما 11% نسبت به جو بایدن از این حالا جلو هستیم، چرا؟ به خاطر از اینکه طرف مقابل یه حریف تو نمیشه، او خود 2 کلمه گپ زده نمیتونه. بیتره افاده میتن ترامپ برای مخاطبان خود. اما یک چیزای عجیبی میگه، مثلا میگه ما در آستانه جنگ سوم جهانی هستیم و جنگ سوم جهانی هم خیلی نزدیک است. شاید هم راست میگه. میگه تنها یک نامزد در این رقابت وجود داره که نامش ترامپ است. خب و این ترامپ امریکا را از فاجعه که بایدن سرش امریکا آورده نجات میده. یعنی خود رئیس جمهور از امیالش رئیس جمهور گرفته. میگه اگر من رئیس جمهور می بودم سر اوکراین حمله نمی شد، این وضعیت نمی بود، بالای اسرائیل حمله نمی شد، تورم پولی وجود نمی داشت، حتی چین هیچ تمایلی برای حمله به تایوان نمی داشت. اما حالا می بینیم که چین فقط منتظر لحظه مناسب است. خب چی میگه ترامپ؟ ترامپ به نظر میرسه که از امی حالا آماده چنزنی بده و بگیره روی اوکراین است، روی اسرائیل است، روی تایوان است و حتی روی افغانستان است. این توافقی که با افغانستان کرده با طالبان توافق موقتی است. وقتی که سر قدرت بیه از این 4 کشور کدام با کی میته و چی امتیازاتی میگیره از طرف ایره، ما شما باز زنده باشیم نگاه بکنیم. خب دنیای غرب سراسیمه است، ترامپ به این ترتیب چند کشور را به لیلام میگذاره. خب اروپا چی؟ اروپا در غم خود است. سارانانی نماینده سبزاد در آلمان یک دفعه نمیبره نمیاره، میگه که باید به روسیه از هر طرف شلیک بکنیم، ما موشکای کروس و تاروس و اینا همه اینا رو بدین که بزنه روسیه را. امی آدم در خواب نیست، یک نماینده سبز به این شکل افکار داره. اون نماینده هایی که محافظه کارا و افراطیونی سیاسی او چی خواهد کرد؟ چرا این کار میکنن؟ ترسیدن. چرا ترسیدن؟ به دلیل اینکه که تاریخ میگه که روسیه همیشه با آلمان رخ در رخ میشه، خاصتا حالا در بحث سرنوشت اروپا است. آلمان قبلا کارهای زیادی را در زمینه دفاع هوایی انجام داده برای هم بر خود کردم بر اوکراین داده. آیا در حدی است که اوکراین استاد بکنه سر پایش؟ اما چند روز پیش وزیر دفاع آلمان گفت که ما آماده میشیم برای جنگ تمام عیار با روسیه، 5 سال وقت داریم.
خب تو که اعلان میکنی 5 سال وقت داریم، تا 5 سال شما را وقت میدن. حال خو این آدمی که از نماینده حزب سبزاس میگه موثرترین دفاع در برابر حملات هوایی روسیه شلیک به اهداف در خاک روسیه است. گفتن از این مسائل آسان است، اما این چیزا جدی گرفته میشه در محاسبات این مثلا جنجالی چیز جیوپولیتیک. باز میگه وقتی که ما روسا را راکت کوبی بکنیم، این بهترین محافظت از جمعیت غیر نظامی اوکراین است. در این چیزی که بیخی همه افکارش پریشان میشه. ایره خوبانین اون نفر سارانا نیره از حزب سبزا، خود زلینسکی چه خیال داره؟ ماکم گرفته اروپا را، میگه 300 میلیارد دلار در بانک های اروپا است، او را بر ما بدین. 300 میلیارد دلار، 300 میلیون دلار کل امریکا و اروپا حاضر نیست که برای آدم بده. بودجه را قطع کردن، بودجه جنگ. حتی مصارف اداری کل حکومت پولش مانده. این میگه 300 میلیارد دلار روسیه رو به ما بدین. این چه رقم یک آدم است؟ سیاست مدار امیر میگه، یعنی این امید داره که باز اروپا و امریکا دفعتا پولا را میدن به اوکراین، باز بین خود تقسیم کنن 300 میلیارد دلار پول روسیه را. احمقانه نیست؟ بله، در سیاست بسیار چیز احمقانه است. میگه که یک فرصت تاریخی است اگر پول بر ما بدین. چطور؟ میگه یک دولت تروریستی مثل روسیه باید هزینه ترور خود بپردازه. اینه اینی رقم سیاست مدارا در کشورهایی که برباد میشه، اینی تا آدم ها سر قدرت میباشه. هر کشوری که برباد میشه از روی رهبرش، از روی حکومتی که در اونجا سر کار است فهمیده میشه. خب ای که مثلا میگه 300 میلیارد دلار به ما بدین، یک پاسخ کاملا منصفانه است. معلوم نیست که منصفانه از این مطابق از کدام قانون است، از کدام مقرره است و از کدام قاعده و قانون است. اینی جاست که میبینی که یک تصویری که در برنامه تصویر کاملی که از اوکراین دادیم به این شکل است. اروپا او رقم، ترامپ او رقم و خود همین بنبستی که در جنگ اومده و این طرف روسا مرتب دیپوها و انبارای موشکی را پر کرده میرن دوباره. این به این شکل. این حال شما تصور بکنین که در 6 ماه اول چه اتفاق میفته. ما وقتی که برنامه رو میبینم بم زیبایی اوکراین و کشور زیبا همیشه حسرتم میاد. اما جنگ پدیده است که هیچ حسرت نمیخوره. خود جنگ این آمده و مثل آتش از خرمن اوکراین میگذره، دوباره میاد، باز میگذره، میاد، میگذره تا بعد.